خلیفه دوم اعراب عمر ابن خطاب، شخصی که دستور بزرگترین یورش اعراب به ایران زمین رو صادر کرد و تقریبا کل ایران رو تونست تصرف کنه. اعراب در دوران خلافت عمر روزگار سیاهی رو برای ایرانیا درست کردند و جنایات خوفناکی رو در شهرها رقم زدند، به طوری که هیچ زن و بچه‌ای هم از دست اعراب در امان نبود، یا مورد تجاوز قرار می گرفت و یا با عنوان برده در شهرهای عربی به فروش گذاشته می شد. اما در همین دوران بود که ایرانی ها هم بیکار ننشستند و یه سری از اسراشون درس بزرگی رو به اعراب و خلیفهشون عمر دادند. البته طبق برخی از منابع ایرانی ها تو این کار تنها نبودند و داماد پیامبر یعنی علی ابن ابی طالب هم در این راه اونها رو کمک کرد تا بتونن عمر رو به قتل برسونن. اگه میخواید با داستان بدون سانسور کشته شدن عمر به دست ایرانی ها و نقش علی ابن ابی طالب در این ماجرا آشنا بشید، با کنجکاو تیوی همراه باشید. درود بر همه شما دوستان، من رامتین هستم و در این ویدیو با شما همراه خواهم بود. منابع استفاده شده در این ویدیو کتاب فضائل اهل بیت از عبداللطیف بیرجندی، تاریخ طبری از محمد ابن جریر طبری، کامل البهایی از عماد الدین طبری و بهار الانوار از محمد باقر مجلسیه. تلخ‌ترین و دردناک‌ترین رویداد در دوره حمله اعراب به ایران زمین، بردگی و اسارت زنا و بچه ها و تجاوز به اونها بود، نه از دست دادن زمین و کشته شدن دلاورا، چون این موضوع غیرت ایرانی ها رو خدشه دار و روحیه‌شون رو نابود کرده بود. اونا دست دست زنای زیبای ایرانی رو از دامن خانواده هاشون می دزدیدن و برای هوسرانی بین خودشون تقسیم می کردن و بعدش اونا رو به همراه بچه ها و مردا دست دست می آوردن و لیف خورما گردنشون می داختن و بعدش هم اونا رو برای بردگی و فروخته شدن با پای پیاده به قبیله ها و شهرهای عرب نشین می فرستادن. یکی از این اسرا که در جنگ با اعراب اسیر شده بود، پیروز نهاوندی بود که قبلا هم در جنگ با امپراتوری روم یه بار توسط رومیا اسیر شده بود. او سربازی بود که در خیلی از جنگ با اعراب جنگید، از جمله جنگ قادسیه. پیروز نهاوندی که گفته شده اسم اصلیش فیروز بوده، به فیروزان و در بین اعراب به ابو لولو به معنی پدر مروارید هم معروف بود، چون پیروز یه دختر با نام مروارید داشت که شدیداً دوستش داشت. پیروز از مردمای نهاوند در نزدیکی همدان امروزی بود، ولی در بعضی از منابع تاریخی گفتن که او اهل کاشان بوده. این شخص در شهر بصره با عنوان برده به حاکم بصره یعنی شخصی با نام مغیر بن شعبه فروخته شد. پیروز نهاوندی همیشه عادت داشت که دنبال کودکای ایرانی که از ایران به بصره فرستاده شده بودن میگشت تا بهشون کمک کنه، آب و غذا بده و دست نوازش به سرشون بکشه. پیروز در دورانی بردگی اعراب رو میکرد که خلیفه دوم یعنی عمر بر سرزمین‌های اسلامی حکومت میکرد. او در این مدت با دیدن بدبختی و تیره روزی بچه های ایران از شدت ناراحتی و غم دائما اشک می ریخت و زجر می کشید. حتی گفته شده که او یه بار با دیدن یکی از خردسالای ایرانی که اسیر شده بود بهش گفت که عمر جگرم را سوزاند. او بعد از گذشت مدت های زیادی از این وضعیت اسفبار دیگه نتونست این نکبتی که بر سرنوشت فرزندای ایران سایه انداخته بود رو تحمل کنه. برای همینم هم تصمیم گرفت به هر شکل ممکن خودش رو به مرکز خلافت اعراب یعنی مدینه برسونه. اون چون دسته قدرتمندی داشت و فن آهنگری و نجاری بلد بود، توی مدینه عربای زیادی رو پیدا کرد که خواهان خریدن او با عنوان برده بودن. از اونجایی که به خاطر ایرانی بودنش اعراب در مقابل کار زیادی که میکرد پول خیلی کمی بهش میدادن، او به عمر شکایتای زیادی کرد، اما عمر شکایت اونو به خاطر عرب نبودن قبول نکرد. این موضوع در کنار بلایی که اعراب به فرماندهی عمر به سر ایرانی ها آورده بودن پیروز رو شدیداً عصبانی کرد، به طوری که دیگه هیچی جز انتقام براش اهمیتی نداشت و تصمیم گرفت که یکی از مهمترین فرمانده های عمر یا حتی اگر شد خود عمر رو بکشه. در برخی از منابع گفته شده که پیروز در راستای این هدف سعی کرد با استفاده از هنرهایی که بلد بود خودش رو برده عمر کنه و به کاخ عمر وارد بشه. بعضی از منابع تصریح کردن که او برای کمک گرفتن در این رابطه
به سراغ یکی از اصلی ترین دشمنان عمر یعنی علی ابن ابی طالب میره و او راه‌های خاصی رو برای نفوذ به عمق لایه‌های حکومتی عمر به پیروز پیشنهاد میده. او در نهایت به کاخ عمر وارد میشه و بعد از مدتی بردگی کردن برای عمر تونست اعتماد و علاقه عمر رو به خودش جلب بکنه. تا اونجا که گفته شده عمر توی خیلی از مجالس خصوصی اون رو راه میداد تا جایی که اجازه میداد پیروز پشت سر و در کنار یارای نزدیکش نماز بخونه. گفته شده که روزی عمر از پیروز پرسید از آنجایی که تو فرد هنرمندی هستی و من هنر تو را دیدم میتوانی برای من یک آسیاب بسازی؟ پیروز که از وضع معیشتی و درآمدش ناراضی بود و میدونست که برای این کار هم پول زیادی گیرش نمیاد یکم فکر کرد و نهایتاً به عمر گفت چنان آسیابی برایت بسازم که آوازه‌اش در ایران و روم تنین انداز شود. او مشغول به ساخت آسیاب شد و همزمان خنجر دولبه تیزی ساخت. او به انجام این کار دنبال هدف بزرگی بود، هدفی که چشم میلیون‌ها ایرانی پشت سرش بود. پیروز با یه سری ایرانی‌های دیگه‌ای که توی مدینه بودن و اونا هم قبلاً توسط اعراب اسیر شده بودن هماهنگ شد و اونا در واقع با هم دیگه نقشه کشتن خلیفه مسلمونا رو کشیدن. در یکی از سپید دمای ماه ذی‌حجه بود که عمر برای ادای نماز صبح به مسجد وارد شد و در شرایطی که همه یاراش صف کشیده بودن پیروز هم مثل همیشه در صف اول در کنار یاراش قرار گرفت. اما این بار یک تفاوت بزرگ وجود داشت و اونم این بود که خنجر دو لب تیز خودش رو هم زیر جامش با خودش آورده بود. گفته شده به خاطر تنفر و کینه‌ای که پیروز از اعراب و به خصوص خلیفه‌شون عمر داشت، او تیغه این کار رو چنان تیز و برنده ساخته بود که اگه اونو به هر موجود زنده‌ای وارد می‌کردی، امکان نداشت که اون موجود از شدت ضربه کشته نشه. عمر به داخل مسجد وارد شد و برای شروع نماز پشتش رو به صف نمازگزارا کرد. در این لحظه پیروز با یک حرکت سریع به سمت عمر حمله ور شد و 6 ضربه چاقو از راست و چپ بر بازو و بر شکم و زیر ناف عمر وارد کرد. پیروز در واقع خنجر خودش رو به قلب سپاه اعراب وارد کرد و قوی ترین خلیفه اون دوره اعراب رو از روی زمین محو کرد. پیروز سریعاً به سمت درب خروجی مسجد دوید و با کمک ایرانی‌هایی که قبلاً باهاشون هماهنگ شده بود تونست از صد سربازا عبور کنه و از مسجد فرار کنه. به نقلی ابولولو در حال فرار از کوچه‌های شهر بود که به طور ناگهانی به درب خونه علی ابن ابی طالب رسید. علی بر روی سنگی نشسته بود که ناگهان پیروز به او گفت شرطه‌ها به دلیل به قتل رسوندن عمر به دنبال من هستن، ای علی به کجا پناه ببرم؟ علی ابن ابی طالب به سنگ بزرگی که روی آن نشسته بود اشاره کرد تا پیروز در پشت اون پنهان بشه. علی قبل از رسیدن شرطه ها از روی سنگ بلند شد و بر روی یک سنگ دیگه نشست. وقتی سربازا به او رسیدن از او پرسیدن که آیا ابولولو را ندیدی؟ او به جان خلیفه مسلمین سوء قصد کرده و حال عمر وخیم است. علی ابن ابی طالب گفت به خدا سوگند می‌خورم که این شخص را دیدم که در پشت سنگی که روی آن نشسته بودم پنهان شد. شرطه‌ها پشت سنگی که علی روی آن نشسته بود رو بررسی کردند اما اثری از پیروز نبود. گفته شده که علی ابن ابی طالب پیروز رو اون شب توی خونش راه داد و بهش کمک کرد که فردا صبح از مدینه فرار کنه. او سریعا از مدینه خارج شد و تونست خودش رو به شهر کاشان در ایران برسونه. پخش شدن خبر کشته شدن خلیفه دوم شوک عجیبی رو به اعراب وارد کرد و روزگار سیاهی رو براشون رقم زد. به نقل از تاریخ طبری، عبدالله ابن عمر یعنی پسر عمر از سر خشم و کینه‌ای که از پیروز داشت، زن و بچه پیروز یعنی مروارید رو پیدا کرد و اونا رو به بدترین شکل ممکن کشت. متاسفانه بعد از مدت اندکی مکان خود پیروز هم لو رفت و به محاصره در اومد و کشته شد. گرچه در روایت دیگه گفته شده که او بعد از رسیدن خبر کشته شدن زن و بچهش از لحاظ روحی نتونست دووم بیاره و به مرگ طبیعی از دنیا رفت. درسته که کمک کردن علی ابن ابی طالب به پیروز نهاوندی اثبات شده نیست، به طوری که حتی خیلی معتقدن که پیروز توی همون مدینه کشته شد. اما نکته‌ای که این وسط وجود داره این نیست که کی به پیروز کمک کرد تا این کار بزرگ رو انجام بده، بلکه مهمترین نکته این داستان اینه که انتقامی که پیروز با این کارش از اعراب گرفت
اگه نگیم بزرگترین ولی یکی از مهمترین انتقام های ایرونیا از بادیه نشینای عرب بود. انتقامی که از عرب در دوره‌ای که در اوج قدرت بودن گرفته شد. او با این کارش روزگار سیاهی رو برای عرب رقم زد. او نماد شجاعت و غیرت ایرونی بود و با این کارش آرزوی قدرت نمایی و یکتازی بیشتر رو بر جگر اعراب اون زمان گذاشت. مقبره پیروز نهاوندی در حال حاضر در شهر کاشانه و با نام آرامگاه بابا شجاع الدین مشهوره.